الناقض العاشر والأخير الذي يجب الحذر منه والتحذير منه. آخرین و دهمین مورد از نواقض اسلام که باید ازش برحذر باشیم و دیگران رو هم ازش برحذر بداریم از این قرار هست که توضیح میدیم. الناقض الاخير هذا الاعراض عن دين الله بالكليه يعرض عن الدين لا يتعلم واذا لم يتعلم لم يعمل ولم يدعو. رویگردانی کامل و تمام عیار از دین الله متعال بدین سان که دین الله رو یاد نگیره و وقتی که به فراگیری دین نپردازه و دین رو یاد نگیره طبعاً به تبع اون به دین عمل هم نمی کنه. یعنی لا يعرف شيئا عن الدين الاسلام، بدین معنا که چیزی از دین اسلام نمی دونه. و هم هذا ترى احيانا في بعض الناس هدانا الله اياه، این رو در برخی از مردم متاسفانه گاه مشاهده میکنیم که چیزی از اسلام نمیدونن و شناختی از اسلام ندارن. تقول له مثلا من نبی هذه الامه، يقول لا ادري. ازش میپرسی که پیامبر این امت کیه، میگه نمیدونم. ماذا انزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا ادري. ازش میپرسی که بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم چه نازل شده، میگه من نمیدونم. تصلي، يقول لا اصلي. ازش سوال میکنی که نماز میخونی، میگه نه من نماز نمیخونم. لا يعرف تحريم الشرك، لا يعرف تحريم الربا، لا يعرف تحريم الزنا. نمیدونه که شرک حرام هست، نمیدونه که ربا حرام هست، نمیدونه که زنا حرام هست. ما هو الاسلام؟ يقول لا ادري. ازش سوال میکنی که اسلام چیه، جواب میده نمیدونم. لابد ان نتعلم الدين، لذا حتما باید دین رو یاد بگیریم. و نعمل به، و به دین عمل بکنیم. و ندعو الیه، و به سوی دین دعوت بدیم. و لابد من الصبر، نصبر على التعلم، و باید بر فراگیری دین شکیبایی بورزیم. بعض الناس هدانا الله اياه لا يعرف الا انه ميم سين لام ميم مسلم، يعني لا يعرف الا الاسم فقط، ما هو الاسلام، من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الشريعه، لا يعرف شيء. برخی از مردم هیچ چیزی از اسلام نمیدونن جز اسم مسلمانی و هیچ چیزی از آورده های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو نمیدونن و فقط اسمشون و نامشون مسلمان هست. نعم، بهذا تمت النواقض العشر ولله الحمد. بدین سان به بیان 10 مورد از نواقض اسلام رسیدیم و به پایان این موضوع رسیدیم و این موضوع رو خاتمه دادیم. المؤلف رحمه الله ختم هذه النواقض، مؤلف رحمه الله با این 10 مورد نواقض اسلام رو در اینجا خاتمه داده. قال انه يجب على المسلم ان يحذرها ويحذر منها، و تاکید کرده که مسلمان باید این نواقض رو بدون ازش برحذر باشه و دیگران رو ازش برحذر بداره. و بان من اخطر ما يكون، و این که اینها جزو خطرناکترین مسائل هست. ثم دعا الله سبحانه وتعالى ان يعافينا من هذه النواقض، و در پایان دعا کرده که الله متعال ما رو از این نواقض در حفظ خودش قرار بده تا به این نواقض مبتلا نشیم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرى الحق حقا ورزقنا اتباع الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه والله اعلم. اینجاست که دعا میکنیم که الله متعال حق رو به ما نشون بده و توفیقمون بده که از حق پیروی بکنیم و باطل رو هم به ما نشون بده و توفیق بده که از باطل دوری بکنیم.